به نام خدا با سلام خدمت همه دوستان عزیز قادری هستم از کانال تلگرامی پرایس تریدر 99 برای آموزش جلسه دوم اسمارت مانی پرایس اکشن پیشرفته اسمارت مانی در خدمتتون توجه کنید که این مجموعه کلا به صورت رایگان پخش شده و اگه جایی برای این مجموعه از شما پولی درخواست شد متعلق به کانال ما نیست و ما مسئولیتی در مقابل کلاهبرداری هایی که از شما میشه نداریم میریم برای شروع جلسه دوم در مورد اورد بلاک شروع میکنیم مبحث اورد بلاک رو اورد بلاک میخوایم ابتدایی یک تعریف ازش داشته باشیم به چه چیزی اورد بلاک میگن آیا هر اوردر بلاکی ناحیه عرضه یا تقاضا هست؟ بله، اما لزوما یک ناحیه عرضه یا تقاضا اوردر بلاک نیست. اوردر بلاک ناحیه بهینه شده و دقیق عرضه و تقاضا هست چطور؟ الان خدمتتون عرض می کنم. آخرین کندل نزولی قبل از شروع یک حرکت سعودی خوب و یا آخرین کندل سعودی ضعیف قبل از شروع یک حرکت سعودی خوب دقت کنید وقتی گفتم نزولی به ضعیف یا قوی بودن اشاره نکردم کافی یک کندل نزولی داشته باشیم که بعد از اون کندل نزولی یک حرکت سعودی خیلی خوب داشته باشیم اون کندل نزولی برای ما اوردر بلاک محسوب میشه و اما برای یک کندل سعودی اگه کندل سعودی باشه آخرین کندل سعودی ضعیف قبل از شروع یک کند... یک حرکت سعودی خیلی خوب اوردر بلاک هست پس دقت کنید اوردر بلاک ها به این صورت تعیین میشن الان من با چند تا شکل خدمتتون به طور کامل توضیح میدم ببینید اینجا دو تا ناحیه تقاضا هستن ببینیم کجاهاشونه که برای ما اوردر بلاک تشکیل میده خب همونجوری که مشاهده میکنید طبق تعریفی که اگه به، کمی قبل برگردیم آخرین کندل نزولی قبل از شروع یک حرکت سعودی قدرتمند برای ما یک ناحیه اردبلاک هست خیلی خوب و یا آخرین کندل سعودی ضعیف قبل از شروع یک حرکت قدرتمند سعودی یادتون نره دوستان اینجا نگیم که خب این آخرین کندل نزولی قبل از شروع یک حرکت سعودی پس من اینجا رو اردبلاک میگیرم ببینید ما دو حالت داریم اینجا یا بعد از کندل سعودی حرکتمون به صورت قدرتمند شروع میشه که اینو ارد بلاک در نظر میگیریم یا نه حرکتمون مقدار اینجا مییسته اون آخرین کندل سعودی ضعیفی که بعدش حرکت شروع شده رو اردبلاک در نظر میگیریم پس اردبلاک ما به این شکله و در همین رابطه یک مثال دیگه هم باید خدمتتون عرض بشیم خیلی خوب دوستان اینجا کجا اردبلاک ما خواهد بود خب طبق تعریف عمل می طبق تعریف آخرین کندل نزولی بعد از یک حرکت قدرتمند سعودی خب اینجا بعد از این کندل نزولی یک حرکت قدرتمند سعودی نداشتیم دقت کنید کندل های سعودی ضعیفی هستند خب پس میایم به سمت کندل بعدی آخرین کندل سعودی بعد از شروع یک حرکت سعودی خیلی قوی خب اینجا هم بعد از این کندل یک کندل ضعیف داریم پس این هم نمیتونه ارده بلک باشه آخرین کندل سعودی قبل از شروع یک حرکت سعودی خیلی قوی خب این هست و به این شکل به سمت بالا میره پس شما این رو به عنوان یک اردبلاک بلک در نظر میگیرید یعنی این قسمت رو شما میان این قسمت رو به به عنوان یک کرد بلاک در نظر می گیرید دقت کنید برای مناطق عرضه و تقاضا ما کل این ناحیه رو میگیم منطقه عرضه یا تقاضا ولی برای ارد بلاک همین قسمته به همین صورت ببینید چقدر نازک شد این بعدها برای استاپلاس های ما خیلی مفید و کاربردی خواهد بود و اگه قیمت دوباره به اینجا برسه میتونیم با یک استاپلاس خیلی کم اینجا رو معامله بکنیم به همین صورت شما تکنیک های ورود رو بعدا بهتون میگم الان فقط روی شناسایی ارده ها و اهمیتشون و اینکه کدوم یکی مهمتره و کدوم یکی اهمیت کمتری داره تمرکز کنیم این در مورد تعریف نقطه ارده بلاک اینکه به کجا ارده بلاک میگن خدمتتون عرض شد به همین صورت در مورد اهمیتشون میخوایم بحث کنیم که کدوم یکی اهمیت بیشتری داره خب دوستان در مورد اهمیت اوردر بلاک شما باید مفهوم BOS رو از این به بعد بلد باشین مفهوم BOS چه مفهومی است یعنی شکست سقف قبل خب در یک روند یعنی شکستی که در جهت روند باشه بهش میگیم BOS اگه الان روند نزولی باشه ما به این شکست کف میگیم BOS الان اینجا به شکست سقف میگیم بی او ایس. بی او ایس چه اهمیتی داره اصلا به چه معنی هست الان خدمتتون عرض میکنم خیلی خوب به این شکل بی او ایس ها رو مشخص میکنین بی او ایس ها هستن که باعث قدرتمند بودن یا ضعیف بودن یک ناحیه عرضه یا تقاضا هستن یا همون ناحیه اوردر بلاک هستن که بهینه شده ارزه یا تقاضا هستش بی او ایس. اگه یک اوردر بلاک که شما اینجا مشخصش کردیم باعث تشکیل یک BOS بشه یعنی باعث شکست سقف قبل از اوردر بلاک بشه ما اون اوردر بلاک رو یک اوردر بلاک قدرتمند در نظر میگیریم. پس دقت کنید اگه یک اوردر که شما اینجا پیداش کردین باعث تشکیل یک BOS بشه قیمت بیاد اینجا این اوردر برای شما یک اوردر بلاک قوی خواهد بود مهم نیست که قیمت چقدر طول میکشه تا به اینجا برسه با چه حالتی به اینجا میرسه اصلا این برای ما اهمیتی نداره مهم اینه وقتی قیمت به اینجا رسید ما اگر هم فروشی در این ناحیه گرفته باشیم اینجا تیپی اول ما خواهد بود خب پس دقت کنید مهم نیست که قیمت با چه حالتی به اینجا رسیده باشه همین که قیمت رسید به یک اوردر بلاکی که سقف قبلش رو شکسته برای ما قابل احترام خواهد بود ارده یک بار مصرف دوستان دقت کنید قیمت نیاد اینجا برگرد بالا و بیاد اینجا شما بگین خب برگرده اینجا شما بگید خب این چون که سقف قبلیش رو شکست من اینجا خرید میزنم نه به هیچ عنوان این اردبلاک دیگه برای ما معتبر نیست یعنی اینجا نگین که خب قیمت یک ارده داریم اینجا و اون اوردر بلاک هم تونسته اوردر هم تونسته سقف قبلیش رو بشکنه پس برای ما اهمیت داره به هیچ عنوان اوردر بلاک یک بار مصرف هستش اما یک نکته دیگه کدوم اوردر بلاک قوی هسته یادتون نره اوردر بلاک های ضعیف رو در نظر نگیرید برای معاملات یعنی الان اینجا شما بیاید بگید خب پس این یک اوردر بلاک هستش من اینو به عنوان یک اوردر بلاک میشناسم مثلا اینجا نه این اوردر بلاک هست ولی اوردر بلاک خیلی ضعیفی است چرا چون که قیمت نتونسته اون سقف قبلی خودش رو بشکنه یعنی اینجا موفق نشده این اوردر بلاک که باعث تشکیل یک بی او اس بشه همونجوری که مشاهده میفرمایید قیمت نتونسته اینجا بی او اس تشکیل بده پس این اوردر بلاک برای ما ضعیف خواهد بود و انتظار داریم که بشکنه چه موقع یک اوردر بلاک قوی میشه وقتی که قیمت بیاد سقف قبلی خودش رو بشکنه به همین صورت الان این برای ما اردر بلاک قوی هستش اردر بلاکی که اینجا تشکیل شده برای ما قابل احترام هست و میتونیم بگیم که خب اینجا یک بی او اس داریم و انتظار داشته باشیم که قیمت وقتی برگشت اینجا بهش واکنش بده لطفا نکاتی که خدمتتون از میشه رو کامل یادداشت کنید چون بعدها قطعا به همشون نیاز پیدا میکنیم مورد دوم برای اینکه کدوم ارده بلاک معتبرتر هست ببینید دوستان وقتی که قیمت یک ارده بلاک میزنه هرچه شدت اون ترک شدن بیشتر باشه ارده بلاک برای ما قویتر خواهد بود یعنی هرچه اینجا یک ارده بلاک که تشکیل شده کندل های بعدش قدرتمند تر باشن وقتی که قیمت به اینجا برگشت احتمال برگشتش خیلی بیشتره یعنی وقتی قیمت دوباره به این سطح برگشت چون این خیلی حرکت شارپ و یک این بالانس قدرتمند بود پس این ارده بلاک احتمال عمل کردش خیلی بیشتر خواهد بود این بالانس یعنی چی؟ این بالانس همون عدم تعادل هست عدم تعادل یعنی قیمت ما با آی ام بی نشونش میدیم قیمت تونسته اونجا رو به سرعت رد کنه یعنی اونجا دیگه تعادلی بین خریدار و فروشنده نمونده و خریدار خیلی قوی شده و به سمت بالا رفته پس اینجا برای ما این بالانس هست این بالانس قیمت دوست داره معمولا این بالانس ها رو پر کنه یعنی دوست داره برگرده اینجا چون در اینجا هیچ تریدی صورت نگرفته قیمت مستقیما به سمت بالا رفته پس قیمت دوست داره ها رو پر بکنه یعنی اگه یه جای یه حرکت خیلی شارپی داشتیم بعد از یه حرکت نزولی ضعیف اون قسمت این بالانس نام داره و قیمت میتونه برگرده به اون قسمت و اونجا رو پر کنیم بریم برای بخش بعدی